سلام، با ما همراه باشید با مشروح خبرهای امروز. نازنین کاظمی هستم و من آوا آذری. ابتدا سرخط خبرها. آیت الله طاهری نخستین امام جمعه اصفهان صبح امروز درگذشت. سخنرانی انتخاباتی حسن روحانی در حسینیه جماران به تنش کشیده شد. 4 نفر از اعضای ستاد هاشمی رفسنجانی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند. آیت الله جلال الدین اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، بامداد امروز در سن 78 سالگی درگذشت. او از ائمه جمعه منصوب آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری را نیز در کارنامه خود دارد. اما آنچه که آیت الله طاهری را در سالهای اخیر برجسته کرد، استعفا نامه انتقادی او از سمت امام جمعه اصفهان، حمایت او از آیت الله منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران و حمایت او از جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 است. طاهری اصفهانی در سال 1381 در نامه‌ای سرگشاده از وضع حاکم انتقاد کرده و آن را مصیبت عظمای دینگریزی، بیکاری، تورم، ضعف مدیریتی و موارد دیگر دانسته بود. این نامه تند با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. پس از رفع حصر 5 ساله آیت الله منتظری، طاهری اصفهانی جزو نخستین کسانی بود که با وجود بیماری به دیدار او در قم رفت. شما رو میبوسم، پای شما رو میبوسم. علاقه من رو که به ایشون شاید میدانید، لازم نیست من بگم چقدر به ایشون علاقه مندم. خدا شاهد، چند روز قبل زمین خوردم، بودن به زمین خوردم، دندم شدیدن درد میکنه، از اصفهان تا اینجا رنج میکشیدم، ولی در عین حال گفتم من طاقت دیگه ندارم، باید برم و چشمم به جمال ایشون بیفته. میدونم شما هم همینطوری و همین اندازه علاقه مندید مثل طاهری اصفهانی. در گفتگویی با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، نظر او را درباره شخصیت آیت الله طاهری پرسیدیم. آیت الله طاهری از آدمان بزرگواری بودن که قدرشون ناشناخته بود، یعنی اون بعد مبارزاتی و جهاد ایشون باعث شده بود که اون بعد علمیشون تحت شعاع قرار بگیره. بارها آیت الله منتظری میگفتن که اگر آیت الله طاهری اصفهان نرفته بودن و در قم ساکن بودن، از مراجع بزرگ می شدن و ایشون علاوه بر مراتب علمی جهات اخلاقی خیلی پسندیده داشتن، مثل فروتنی که ایشون داشتن زبان‌زد خاصان بود، یعنی هر کسی با ایشون مواجه می شد انقدر ایشون مؤدب بود، انقدر احترام می گذاشت و فروتن بود که افرادی مثل من که خب بسیار کوچکتر ازشون بودیم بسیار شرمنده میشدیم و تحت تاثیر اخلاقشون قرار میگرفتیم. در پرسش دیگری از آقای منتظری پرسیدیم نبود آقای طاهری چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت؟ مثل ایشون ما فکر میکنم 10 سال طول میکشه تا بخواد کسی جایگزین بشه، یعنی با این جامعیت ایشون یک فکر میکنم استان اصفهان نقصان بزرگی رو تحمل میکنه و امیدواریم اون کسایی که نزدیک هستن از نظر علمی و از نظر معرفتی به ایشون کوشش کنن که اون مراتب علمی و تقوایی رو به دست بیارن که بتونن واقعا در خدمت دین و در خدمت مردم باشن. با توجه به نزدیکی آیت الله طاهری به آیت الله منتظری، از احمد منتظری در مورد رابطه آیت الله منتظری با آیت الله طاهری پرسیدیم. خب ایشون رابطه محبت‌آمیزی داشتن نسبت به آیت الله منتظری و از زمانی که آیت الله منتظری محصور بودن دائم محبوب‌پرسی می‌کردن و حتی ایشون منزل ما آمدن و با آیفونی که بود با ایشون تماس گرفتن
بعد از رفع هست همون ساعتهای اولی که آیت الله منتظری رفع هست شده بود، آیت الله طاهری خودشون رو از اصفهان رسوندن و در جمع مردمی که حاضر بودن سخنرانی کردند و بسیار سخنرانی با احساسی کردند. در تشییع جنازه آیت الله منتظری حاضر شدند از همون ساعتهای اول و ازاد محبت کردند، بسیار نزدیک بودند و متقابلا آیت الله منتظری هم خیلی حساب محبت داشت نسبت به آیت الله طاهری و دائم می‌پرسید از حال و وضعشون، چون آیت الله طاهری خیلی کسالتی که داشتن شاید حدود 20 سال 25 سال این کسالت همراه ایشون بود و همیشه آیت الله منتظری بودن که نگران ایشون بودن و احوالپرسی می‌کردن و نهایتا خب خواست خدا این بود که زودتر از آیت الله طاهری از دنیا رفتن، ولی کسالت آیت الله طاهری خیلی همراه ایشون بود سالهای زیادی و بسیارشون زرد کشیده بود از هر نظر. گفتگوی ما بود با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در مورد طاهری اصفهانی که شنیدید. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که ابتدا صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید شده بود، اما با فشارهایی از خارج از این نهاد رد صلاحیت شده است. هاشمی رفسنجانی از داوطلبان نامزدی در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. گفته های آقای هاشمی درباره نحوه رد صلاحیتش نخستین اظهار نظر رسمی او در این باره است. به گزارش سهام نیوز، هاشمی رفسنجانی گفته است بعد از تایید صلاحیت اولیه او، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به همراه 4 نفر از معاونانش به محل شورای نگهبان رفته و گفتند با شروع تبلیغات موجی برای آقای هاشمی به راه خواهد افتاد و ایشان بیش از 70% رأی خواهد آورد. به گفته آقای هاشمی با اصرار رئیس شورای نگهبان یک بار دیگر رأی گیری انجام می شود و او این بار با 1 رأی اختلاف رد صلاحیت می شود. این سخنان در دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمعی از فعالان سیاسی مطرح شده که 3 روز پیش در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده است. سخنرانی انتخاباتی حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیروز شنبه در حسینیه جماران در تهران به تشنج کشیده شد و برخی از اعضای ستاد او نیز بازداشت شدند. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از سعید الله بداشتی، رئیس ستاد جوانان حامی حسن روحانی، به عنوان یکی از دستگیر شدگان نام برده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، در جریان سخنرانی آقای روحانی شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و همچنین در حمایت از حسن روحانی سر داده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در این مراسم گفته است شما را از صندوق رای دور نکنند و همه پای صندوق ها حاضر شویم، پیروزی را صاحب خواهیم شد. چرا همه جا فضای امنیتی باشد؟ خیابان، دانشگاه، مدارس، مراکز، فضای امنیتی را باید بشکنیم. Come on.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گفته است یکی از تعهدات کاندیداها این است که نباید دنبال روی سران فتنه باشند. سران فتنه اصطلاحی است که مسئولان حکومتی ایران برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران، به کار میبرند. به نظر میرسد سخنان امروز فرمانده نیروی انتظامی واکنشی باشد به اتفاق همایش دیروز ستاد حامیان حسن روحانی در حسینیه جماران. در این همایش برخی شرکت کنندگان با دست داشتن عکس‌های از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواهان آزادی آنها شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم همچنین یک بار دیگر بر کنترل فضای مجازی در ایام انتخابات تاکید کرده و گفته است این گونه نیست که افراد در فضای مجازی آزاد باشند و بتوانند توهین، شایعه پراکنی و تخریب کنند. با علی شیرازی در استودیو هستیم. آقای شیرازی سلام. سخنرانی انتخاباتی آقای روحانی به تشنج کشیده شد. چه جزئیاتی رو در مورد این تشنج ما در اختیار داریم؟ همونجور که شما در خبر گفتین و گوشه های از اون رو در فیلمتون نشون دادین، حاضرین در این مراسم با در دست داشتن عکس‌های از آقایان موسوی و کروبی شعارهایی در حمایت از این دو سر دادن و خواهان آزادی این دو نفر شده بودن و در همین حال نیروهای امنیتی به این مراسم یورش بردن و چند تن از جمله آقای الله بداشتی که شما گفتین و همچنین خانم شیرین میرکرمی، محمد پارسی و محسن رحمانی و جمعی دیگر رو بازداشت کردن. همچنین بعد از پایان مراسم نیروهای ویژه، موتورسوار گارد ویژه و لباس شخصی ها کوچه های اطراف رو بستن و از عبور و مرور جلوگیری میکردن و اینجور که خبرگزاری ها خبر داده بودند تا از پیش از این مراسم شعارهای در حمایت از آقای موسوی و کروبی داده میشد و این شعارها به سخنرانی آقای روحانی هم کشیده شد. درسته. آقایان قالیباف، عادل و ولایتی ائتلاف 2+1 رو تشکیل داده بودن. از این ائتلاف چند مدتی است که خبری نیست. چه اتفاقی افتاده؟ بله، آقای ولایتی که همون ابتدا از ائتلاف نظر میمد که جدا شد، یعنی موقعی که به این نتیجه رسید که ممکنه نفر نهایی این ائتلاف نباشه جدا شد و راه خودش رفت. اما نکته جالب توجه صحبت‌های آقای حداد عادل که گفتن دیگه ضرورتی به این ائتلاف نیست و بنابر شرایط اوضاع تغییر کرده و هر سه نفر اینها میتونن در انتخابات حضور داشته باشن. اما آقای ولایتی جور دیگری سخن گفته و گفته که ائتلاف تابع نظر جامعتین هستش و هرچی که اونها تصمیم بگیرن یا از طرفی علما تصمیم بگیرن ائتلاف بر اساس اون عمل میکنه. نکته جالب اینجاست که قبلا آقای ولایتی گفته بودش که نامزد نهایی این ائتلاف رو بیت رهبری معرفی میکنه، اما حالا میگن که علما هرچی بگن همون کار رو میکنه. حواشی مناظره اول کماکان ادامه داره. اعلام شده که آیا میخوان مناظره های دو تا مناظره دیگر رو تغییر بدن یا خیر همون به همون نحو قدیم میخوان ادامه بدن؟ والا هم در این رابطه امروز یک خبری رو ایسنا گذاشته بود که نماینده دادستان که در کمیسیون بررسی تبلیغات تلویزیون حضور داره تشکیل جلسه این کمیسیون خبر داده با آقای زرقامی و گفتن که نتایجش فردا اعلام میشه که آیا در برگزاری مناظرات تغییری میدن یا نه. این نتایج فردا اعلام میشه. درسته. و در نهایت بریم سراغ اصلاح طلبان. چه خبر از اجماع اونها؟ امروز مشاورین آقای خاتمی یک بیانیه‌ای رو صادر کردن و گفتن با توجه به انتظاری که افکار عمومی دارن ممکنه که به زودی بین آقای روحانی و آقای عارف یک نفر رو انتخاب کنن که مردم بتونن به اونها از طرف اصلاح طلبان رأی بدن. از طرف دیگه آقای عارف هم در مستند رادیویی که در مورد برنامه انتخاباتی خودشش حرفای جالبی زده و از جمله اینکه در انتخابات سال 88 تخلف‌های آشکاری اتفاق افتاد و اینکه خس و خاشاک نامیدن مردم اون موقع بسیار کار بدی بود و مسائلی که پیش اومد شاید یکی از دلایلش همین این بود. سپاسگزارم ازتون، ممنونم، مرسی. و نگاهی میکنیم به دیگر اخبار انتخاباتی امروز. ستاد تداوم دولت مردم برای حمایت از سعید جلیلی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام موجودیت کرد. سعید جلیلی، شعار نسازش نتسلیم باور ماست. دفتر سید محمد خاتمی با صدور اعلامیه اعلام کرد. آقای خاتمی در مورد هیچ یک از نامزدهای موجود نفیان یا اثباتاً اظهار نظری نکرده است.
حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از محمد باقر قالیباف اعلام کردند. محمد رضا با هنر، گروه خونی احمدی نژاد و سعید جلیلی به هم می‌خورد. محسن رضایی برای پیریزی یک قرارگاه اقتصادی آمدند. خبرهای زد و نقیزی از توقیف روزنامه ایران ارگان رسمی دولت منتشر شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است دادگاه کیفری استان تهران پس از محاکمه مدیر مسئول روزنامه ایران او را مجرم شناخته و حکم توقیف 6 ماهه روزنامه را صادر کرده است. بنابر این گزارش اتهام مدیر مسئول روزنامه ایران نشر مطالب خلاف واقع و تفرقه افکن بوده است. در همین رابطه قهرمان شجاعی حقوقدان با بیان اینکه حکم صادره از سوی دادگاه بدوی بوده افسوده است تا زمانی که رأی قطعی نشود قابلیت اجرا ندارد. آقای شجاعی در عین حال یادآور شده که هیئت نظارت بر مطبوعات میتواند برای توقیف اقدام کند. محمد جعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است هیئت نظارت بر مطبوعات حکم مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است. در گفتگویی با احسان مهرابی روزنامه نگار پرسیدیم که احتمال می‌دهد علت این اقدام چه باشد و آیا این توقیف در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند معنی خاصی داشته باشد؟ طبیعتاً با حذف آقای مشایی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نگرانی وجود داشته که روزنامه ایران در آستانه انتخابات مطالبی رو مطرح کنه، هم در راستای اعتراض ادامه اعتراض به شورای نگهبان و رد صلاحیت آقای مشایی که به تعبیری ادامه این اعتراض ها میشونه مانع حضور هواداران دولت در انتخابات ریاست جمهوری بشه و سطح مشارکت در انتخابات رو کاهش بده. از سوی دیگه ما شاهد این بودیم که روزنامه های دولتی در روزهای گذشته همزمان با برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری نسبت به نحوه برگزاری انتخابات برگزاری مناظره های انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. طبیعتاً توقیف روزنامه ایران میتونه هم پیامی باشه برای دیگر روزنامه ها که نسبت به زیر سوال بردن مباحث انتخابات اقدامی رو انجام ندن، همینطور که صبح وزیر ارشاد گفته بودن با روزنامه هایی که بحث انتخابات ریاست جمهوری زیر سوال ببرن برخورد میشه. از سوی دیگه این روزنامه طبیعتاً مطالبی را درباره دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری نظیر آقای قالیباف یا دیگر کاندیداهایی که در مقابل دولت آقای احمدی نژاد هستند را منتشر کرده و در ادامه هم منتشر میکرد تا روزهای انتخابات ریاست جمهوری. به هر حال این اقدام پیشگیری بوده در راستای اینکه فضای انتخابات بین دولتی ها و دیگر کاندیداها متشنج نشه. در گفتگو با آقای مهرابی همچنین از پیشینه برخوردهای مشابه در آستانه انتخابات در دوره های گذشته پرسیدیم. معمولا در ایام انتخابات گذشته قبل از انتخابات یک فضای بازتری برای روزنامه ها ایجاد می شد، به این دلیل که حاکمیت سعی میکرد حداقل در موقع انتخابات که شده سیاست بیشتری از خودش نشون بده و به هر حال خودشون هم میدونستن که باز شدن فضای روزنامه ها کمک بیشتری به مشارکت سیاسی و افزایش مشارکت در انتخابات خواهد کرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به هر حال بعد از تنش هایی که رخ داد همچنان ما شاهد توقیف بیشتر روزنامه ها هستیم و اگر در اون سال بعد از انتخابات روزنامه توقیف شدن، در انتخابات سال 92 اقدامات پیشگیرانه از مدت‌ها قبل از بازداشت روزنامه نگاران و توقیف رسانه‌ها آغاز شده و به هر حال این موضوعی که درباره روزنامه ایران رخ داده ممکنه که به هر حال در مورد برخی دیگر از روزنامه‌ها خصوصا روزنامه‌های اصلاح طلب در معرض خطر بیشتری هستند برای توقیف شدن. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت است. سوال آخر ما از آقای مهرابی این بود که توقیف این روزنامه چه تأثیری بر دولت خواهد داشت؟ توقیف روزنامه ایران طبیعتاً دولت رو در ایام باقی مانده از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم به تعبیری به لحاظ رسانه‌ای خل سلاح خواهد کرد، چون واکنش دولت آقای احمدی نژاد در مورد انتخابات ریاست جمهوری و
پس از اون همچنان مبهم هست و طبیعتاً توقیف روزنامه ایران و گرفتن رسانه ها از دولت سبب خواهد شد که بخش های مخالف آقای احمدی نژاد دستگاه نزدیک به رهبری اطمینان بیشتری داشته باشن از اینکه آقای احمدی نژاد در مدت باقی مانده هم نمیتونه حرکت چندانی را در راستای برهم زدن نظم کشور نشون بده. گفتگوی ما بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، در مورد توقیف روزنامه ایران. ضیاءالدین رضا توفیقی، رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی در استان کهگیلویه و بوی رحمت و سه نفر از اعضای شورای مرکزی این ستاد در استان صبح امروز دستگیر شدند. پیش از این و بلا فاصله پس از اعلام رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، برخی از اعضای ستاد هاشمی رفسنجانی در تهران دستگیر شده بودند. به گزارش ندای سبز آزادی، سید رضا عسکری رئیس و قاسم یزدانی عضو جبهه مشارکت در استان کهگیلویه و بوی رحمت و همچنین عسکر عرفانی زاده عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این استان، سه بازداشت شده دیگر هستند. هنوز خبری از علت دستگیری این افراد منتشر نشده است. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله‌های زندان. 40 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به رئیس این زندان اعتراض خود را نسبت به ضرب و شتم نامق محمودی اعلام کردند. همسر رضا شهابی، عضو دربند هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، به وزارت اطلاعات احضار شد. محترم رحمانی، فعال مدنی و مدیر کتاب فروشی چشمه قزوین، دوباره به دادگاه انقلاب احضار شد. 5 تن از دراویش گنابادی که در زیرزمین و سلول‌های انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز در حبس بودند، به بند عبرت این زندان منتقل شدند. آرامش نسبی به خیابان‌های ترکیه پس از 2 روز درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و معترضان بازگشته است. این گسترده ترین اعتراض‌هایی است که در ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در این کشور روی می‌دهد. اعتراض‌ها ابتدا علیه تصمیم دولت برای قطع درختان یک پارک برای توسعه میدان تقسیم استانبول بود، اما برخورد پلیس با معترضان باعث گسترده و سیاسی شدن اعتراض‌ها شد، به گونه‌ای که در چند شهر مخالفان دولت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در خبرها آمده است که دولت ترکیه توییتر را در این کشور فیلتر کرده است. در گفتگوی با حمید مافی، روزنامه‌نگار، درباره شیوه مقابله دولت ترکیه با اعتراض‌ها پرسیدیم. یک سری محدودیت در 2 روز اول بود برای اینترنت، اما از دیروز در واقع دولت هم فرمان عقب نشینی به نیروهای پلیس رو داد که الان هم میدان تقسیم کاملا در اختیار مخالفینه و شهردار اون منطقه داره صحبت میکنه با مخالفین که برن داخل خونه هاشون و فیلترینگ ها رو هم برداشت. نکته جالبی هم که داشت این بود شبکه تلویزیونی ترکیه و رسانه های چاپیش کاملا داشتن این اخبار رو پوشش میدادن، نظر مخالفینشون رو پوشش میدادن و این محدودیت هایی که حداقل ما ایرانی ها تصور میکردیم که اینجا اعمال میشه خیلی کمرنگ تر بود. در سوال دیگری از آقای مافی پرسیدیم آیا این اعتراض ها میتواند مقدمه ای برای تغییرات جدی تر مثل آنچه به بهار عربی معروف است شود؟ من فکر میکنم ترکیه اون مرحله بهارش رو پشت سر گذاشته. اون چه که الان در این اعتراض ها دیده میشه 3 لایه مختلف رو میشه براش متصور شد. یک لایه در واقع همون اعتراض به ساخت و ساز در اون منطقه تاریخی ترکیه هست که معترضین زیست محیطی استارت این کار رو زدن و بعد به بقیه شهرهای ترکیه هم گسترش پیدا کرد. طبیعتا هویت تاریخی این شهر داشت تحت پوششون ساخت و سازه قرار می گرفت. اما یک بخش از اعتراضهایی هم که بعد بهش اضافه شد و ریشه داره در ترکیه، اعتراض نیروهای چپ بود که معتقدند دخالت ترکیه در سوریه، دخالت ترکیه در بقیه کشورها و این همپیمانی ترکیه با امریکا و اتحادیه اروپا به نوعی دولت ترکیه رو تبدیل کرده به ابزار دست اونها و ترکیه داره همپیمان با غرب عمل میکنه. این تفکر ضد غرب در ترکیه خیلی قوی هست بین مردم عادیش.
اینها علاوه بر این معترض هستن به دستمزدهای پایین، به شکاف طبقاتی که در ترکیه وجود داره و نابرابری های اجتماعی که دارن، و یک لایه سومی که به نظر میرسه الان دیگه داره سوء استفاده میکنه به نوعی از این اعتراض ها، جریان ملی گرای رادیکال ترکیه هست که از همپیمانی دولت ترکیه با کردها خوشحال نیست و نمیتونه تصور بکنه که قانون اساسی ترکیه قرار بازنگری بشه و بیاد به نوعی کردها رو هم به عنوان شهروند در ترکیه به رسمیت بشناسه و بهشون حق حیات سیاسی بده. اینها هم الان اضافه شدن به این تجمع و تلاش میکنن که با شعارهای رادیکال دولت رو به سمت یعنی تجمع رو به سمت استعفای دولت هدایت بکنن تا دولت بعدی در واقع این پیمانه رو نادیده بگیره. از دیشب کاملا این شعارها مشهود هست، راه ما راه مصطفی کمال، راهی که ارتش ترکیه رفت، و یا شعاری با اون ما شهید ندادیم که ترکیه تقسیم بشه. این دوتا شعار، شعار برجسته ملی گراهاست که به این جمع اضافه شدن. علاوه بر این فکر میکنم این قوانین اسلام گرایانه ای که دولت ترکیه تلاش داره تصویب بکنه، مثل در واقع محدودیت پوشش در مدارس ترکیه و یا الان زمزمه ممنوعیت فروش مشروبات الکلی از ساعت 10 شب به بعد در ترکیه مطرح هست، اینها هم باعث شده که جوانان ترکیه این احساس نگرانی رو داشته باشن که کشورشون داره به سمت اجرای قوانین اسلامی میره. یک بخشی از اعتراضها رو هم این نسل ترکیه داره تشکیل میده. و در پایان از آقای مافی پرسیدیم با توجه به عقب نشینی دولت در برابر معترضان، وضعیت این اعتراضها رو در روزهای آینده چگونه میبیند؟ دولت اردوغان دولت قدرتمندی هست، در سالهای اخیر هم نشون داده که در مقابل این اعتراضها این اجازه رو میده که معترضینش بیان اعتراضهای خودش رو انجام بدن و بعد اون جاهایی که براش میسر هست و احساس میکنه که ممکنه امنیت کشورش رو و آرامش کشورش رو خدشه‌دار بکنه عقب نشینی میکنه. این تجربه رو در سیاست‌های قبلی اردوغان حداقل در دو سال اخیر من دیدم. طبیعتاً دولت اعلام کرده ساخت و ساز در اونجا رو متوقف نخواهد کرد، اما من فکر میکنم که بخشی از اون نگرانی‌هایی که جامعه ترکیه داره، من جمله تصویب قوانینی که اسلام گرایی رو در ترکیه تشدید بکنه و یا به نوعی این شکاف طبقاتی که در ترکیه وجود داره رو دولت ترکیه میره به سمت رفع اون. چون فراموش نکنیم یک دهه هست حزب عدالت و توسعه در ترکیه به نوعی توسعه رو برای ترک‌ها به ارمغان آورده که الان در بحران اقتصادی که دارن یک رشد اقتصادی خیلی خوبی داره ترکیه، با رشد 6.5% سال گذشته رو پشت سر گذاشته، تورم ترکیه رسیده به 10%، و اردوغان امسال درخواست کرده بود از سرمایه‌گذارانش که برن و سرمایه‌گذاری رو در مناطق توسعه نیافته ترکیه انجام بدن، در جنوب شرق ترکیه. این سیاست‌های اردوغان و این سیاست‌های دولت میتواند به گمان من بخش زیادی از این اعتراض‌ها رو ساکت کنه، اگرچه در ترکیه به خاطر وجود نهادهای مدنی بسیار زیاد، به خاطر وجود احزاب سیاسی قدرتمند، طبیعتاً این اعتراض‌ها در هر برهه زمانی ممکنه رخ بده، اما فکر میکنم دولت در نهایت به یک توافقی با معترضین خواهد رسید و یک سری از سیاست های خودش رو در واقع متوقف میکنه و یک سری سیاست هایی رو هم در راستای کاهش شکاف طبقاتی اجرایی خواهد کرد. گفتگوی ما بود با حمید مافی، روزنامه نگار ساکن ترکیه، درباره اعتراض های روزهای اخیر در ترکیه. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که شامگاه گذشته نیروهای حزب الله لبنان با مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در شرق لبنان درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری های دولتی سوریه در این درگیری ها دست کم 15 نفر زخمی شدند. چندی است که حضور نیروهای حزب الله لبنان در جنگ های داخلی سوریه و پشتیبانی از نظام این کشور به ویژه در بازپسگیری شهر القصیر از مخالفان پررنگ تر شده است.
این مسئله باعث شده است مخالفان اسد تهدید به کشاندن درگیری‌ها به خاک لبنان کنند. همچنین یوسف قرضاوی، روحانی بلندپایه سنی، حکم جهاد در سوریه علیه دولت این کشور و نیروهای حزب الله را صادر کرد. اما درباره اوضاع قصیر، شورای امنیت سازمان ملل به دلیل مخالفت روسیه نتوانست بیانیه‌ای در حمایت از غیرنظامیان در این شهر صادر کند. از سوی دولت سوریه اعلام کرده است پس از پایان عملیاتش در القصیر اجازه ورود نیروهای صلیب سرخ در این شهر را خواهد داد. گزارش ها از وجود بیش از 1500 زخمی در این شهر حکایت میکند. و حالا نوبت به یک جمله یک خبر میرسه. محمد رضا رحیمی: احمدی نژاد را خداوند همچون یوسف از دل چاه بیرون کشید. محمود احمدی نژاد: عدالت برای زبان درازها نیست. رئیس دیوان عدالت اداری: برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای حرف می‌زنند که فکر می‌کنند از آسمان آمدند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران: تحریم‌های امروز ایران از نوع تحریم‌های استثنایی، هوشمندانه و غیر فیزیکی است. محسن قرائتی: قرآن را به پا داریم، وضع اقتصادی درست می شود. علی اکبر ولایتی: کشور ما مهاتیر محمد می خواهد که پزشک هم باشد. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه اعلام کرد که دو تن از سرشبکه‌های جاسوسی متعلق به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا سیا و اسرائیل موساد را امروز اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که دو جاسوس اعدام شده با سوء استفاده از دسترسی‌های مستقیم و غیر مستقیم به اطلاعات طبقه بندی شده مورد تطمیع سرویس‌های اطلاعاتی غرب قرار گرفتند. در بیانیه وزارت اطلاعات نامی از افراد اعدام شده برده نشده است. حدود دو هفته پیش نیز دادستانی تهران خبر از اعدام دو نفر به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه داده بود. و حالا نگاهی می‌اندازیم به اخبار کارگری امروز. رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز: افزایش 10,000 تومانی حق مسکن تمسخر جامعه کارگری است. یک فعال کارگری در خراسان جنوبی: کارگران باید موضوع افزایش حداقل حقوق را علاوه بر شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری هم پیگیری کنند. مدیر عامل اتحادیه تعاونی مسکن کارگران ایران: پیمانکاران باید کارگران ساختمانی را از طریق دفاتر رسمی جذب کار کنند. حسن تأمینی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، دولت را به سکوت در برابر کسانی متهم کرده است که به گفته او برنج آلوده از هند و پاکستان وارد کردند. ماجرای ورود برنج‌های آلوده به کشور مربوط به ماه‌های اخیر نیست. نخستین بار در سال 89 خبری منتشر شد که نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع هشدار داده بودند. در تمام این سال‌ها با وجود اخبار ضد و نقیض، دولت هیچگاه به صورت رسمی موضوع وارد کردن برنج‌های آلوده را به گردن نگرفته است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، حسن تأمینی در یادداشتی که دیروز منتشر شد نوشته است: مؤسسه استاندارد نیز آلودگی 8 نوع برنج وارداتی به سرب را تشخیص داده است. بهمن ماه سال گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که در 9 ماه گذشته 449 نفر در ایران بر اثر استفاده برنج‌های آلوده جان خود را از دست دادند. و نوبت به نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران میرسه. امروز دلار با 100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته در بازار تهران 36400 ریال فروخته شد. پوند با 50 ریال افزایش 55400 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو بدون تغییر نسبت به روز گذشته 47400 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با 40000 ریال کاهش 13,150,000 ریال در بازار تهران معامله شد.
ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب روزتان خوش و خدا نگهدار.